خوش اومدین مهنوز جون. خانم دکتر عظیم، بر سر سفره هفت‌سین نوروزی ما. چطوری شما؟ خوبی؟ متشکرم. درود بر شما، درود بر بینندگان محترمتون. نوروزتون مبارک. مرسی که منو دعوت کردین در این مجلس بسیار زیبا. طبق معمول پوری جون دیگه کدبانو دیگه ما اومدیم امروز اینجا. پوری جون من تصمیم گرفتم دیگه سفره هفت‌سین نچینم. چرا؟ میام روز عید میام اینجا میشینم و میرم. نه من حاضرم بیام تو خونت برای سفره هفت‌سین بذارم. بسیار بسیار کدبانو، بسیار زیبا خدمت از شما و آقای هوشیار نژاد بسیار تشکر دارم که این همه سال انقدر زحمت بکشین و زحمتتون ادامه داره، به این زیبایی همه رو دور هم جمع میکنین و کسانی مثل شما میتونن که این فرهنگ ما رو نگه دارن. مرسی. و بسیار بسیار زیبا، جای همگی خالی و من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. مرسی. خانم دکتر مهناز عظیم ما که من واقعا عادت ندارم به عنوان عظیم زیاد معرفی کنم، به نام مهناز معرفی کنم، چون یکی از دوستان بسیار خوب و نازنین من هست که سالیان سال در کنار ما واقعا قدم به قدم با ما همکاری داشته و همیاری بوده. ایشون سال گذشته کتابی نوشتن در زمینه هلت، سلامتی و تندرستی و کاهش وزن. یک کوچولو در مورد اون صحبت بکنین. بله حتما. من کایروپراکترم بای ترینینگ، ولی به خاطر اینی که کسایی که می اومدن وزنشون زیاد بود و بیشتر کمر درد و گردن درد و همه اینا باش قاطی می شد، البته دلایل زیادی بر اون هست ولی یکی از دلایلش اگه چاق بودن، من همینجور شروع کرده بودم، میگفتم یکم وزن کم کنین و این کارو بکنین و بعد دیدم که در بعضی مواقع میگم دلایل زیادی هست که نمیخوام زیاد روی دیتیل برم، دیدم که واقعا حالشون بهتر میشد، دردشون کمتر میشد و این منو کشون به طرف یک سری مطالعات زیادی. من نمیدونستم انقدر زیاده ولی خب زیاد شد و بالاخره سال قبل من یک کتاب دادم بیرون، اسمش هم هست Ideal Weights که توی آمازونه. بله. و در دسترس. به هر صورت نمیخوام تبلیغ کنم ولی خب نه حیفه که در سال بینید به خود کنار سفره هفت‌سین از بله. زحمات شما تعریف نشه، صحبت نشه واقعا. بله. به هر صورت یک سری اطلاعاتیه که مردم ندارن، یک سری اطلاعات اولیه است و میگم اگر دلشون بخواد من اولا وبسایت دارم پوری جون. بله. idealweights.com و بعدش هم اسم کتاب هست Ideal Weights. خب شما پیام نوروزی چیزی داری برای بینندگان عزیز ما؟ والا داشت تو را داشتم فکر میکردم، زیادم به عقلم نمیرسید ولی به نظرم میاد این صلح جهانی رو که ولش کنیم، چون اصلا دیگه اصلا از دست در رفته، ولی ایشالا که دلا خوش باشه، به مردم به خودشون برسن، در راه سلامتیتون گام بردارین. به نظر من هر روز یک سال نوعیه برای زندگی و بنابر رسم و رسومات ایرانی نوروزتون مبارک، سال نوع پر از برکت و سلامتی برای یکی که شما آرزو میکنم و انشالله که زندگیتون سبز و آسمانتون هم آبی، این بلوزی که من پوشیدم، ژاکتی که پوشیدم و دلتون خوش باشه و در حالا زندگی بکنیم. ممنون از اومدنت. امیدوارم سال خوبی رو داشته باشی. مرسی.